سرخط خبرها. اولین خبر خوش به مردم افغانستان. طالبان 13 تن از نیروهای جبهه مقاومت و جبهه آزادی را در ولسوالی خوست بغلان اسیر گرفتند. وزیر تحصیلات عالی طالبان: اگر مردان کار و تحصیل کنند، نیاز به آموزش و شغل زنان نیست. ادامه قتل‌های مرموز. پس از ولایت غزنی، جسد یک جوان در بامیان پیدا شد. و دیپلمات‌های افغانستان در ایران مانع معرفی سفیر طالبان در این سفارت شدند. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام. ادامه قتل‌های مرموز. پس از غزنی، جسد یک جوان در بامیان پیدا شد. منابع محلی در بامیان از پیدا شدن جسد یک جوان پس از چند روز ناپدید شدن خبر می دهند. منابع محلی گفتند که این جوان اسحاق علی نام داشت و جسد او پس از چهار روز دوشنبه 12 جدی در ولسوالی پنجاب بامیان پیدا شده است. به گفته منابع، جسد اسحاق علی پس از چند روز از داخل یک تشناب در ولسوالی پنجاب پیدا شده است. در همین حال، فرماندهی امنی طالبان در بامیان نیز با پخش خبرنامه پیدا شدن جسد این جوان را تایید کرده و از بازداشت یک تن نیز در پیوند با آن خبر داده است. اسحاق علی دکاندار خوراک فروشی در بازار ولسوالی پنجاب بامیان بود. منابع محلی در پنجاب ماجرای ناپدید شدن، قتل و پیدا شدن جسد او را مرموز و از رویدادهای نادر در این ولسوالی گفتند. وزیر تحصیلات عالی طالبان: اگر مردان کار و تحصیل کنند، نیاز به آموزش و شغل زنان نیست. وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید از جمعیت حدود 40 میلیونی افغانستان 20 میلیونشان مرد هستند و اگر مردان کار و تحصیل کنند، نیاز به شغل و آموزش زنان نیست. ندا محمد ندیم در تویتر خود نگاشته است که در اسلام نفقه زن بر مرد فرض است و عقل سلیم نیز حکم میکند که مرد کار کند نه زن. او در یک کلپ تصویری نیز گفته است که کفار و مسلمانان جهان با هم مشکل ندارند و تنها حاکمیت این گروه برای کفار قابل قبول نیست. او افزوده کفار این بهانه را میکند که چرا زنان اجازه رفتن به دانشگاه و دفتر ندارند، چرا بریش مردم دخالت دارید. آقای ندیم در پاسخ این نوع انتقادات میگوید که این گروه خواستهای کفار را قبول نمی کند. متاسفانه طالبان 13 تن از نیروهای جبهه مقاومت و جبهه آزادی را در ولسوالی خوست بغلان اسیر گرفتند. منابع محلی از ولسوالی خوست بغلان خبر می دهند که 13 تن از نیروهای جبهه مقاومت و جبهه آزادی به شمول داوود خطر، یکی از فرماندهان ارشد جبهه آزادی، در این ولسوالی توسط طالبان اسیر گرفته شدند. به گفته منابع، این افراد روز سه‌شنبه 13 جدی هنگامی که سمت ولسوالی خوست به سمت ولسوالی جنگل بغلان در حرکت بودند، به دست طالبان افتادند. منابع گفتند که نیروهای بازداشت شده این دو جبهه با اعتماد بالای شمار از افراد نفوذی طالبان سفرشان را آغاز کرده بودند. منابع می‌افزایند که 6 تن از نیروهای بازداشت شده مربوط به جبهه آزادی و 7 تن دیگر اعضای جبهه مقاومت ملی هستند. گفتنی است که در ادامه درگیری‌های جبهه مقاومت با طالبان در چند روز پیش، خیر محمد خیرخواه، یکی از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت، همراه با شمار از افراد زیر امرش در اندرابهای ولایت بغلان جان باختند و پیش از 30 جنگجوی طالب نیز کشته شدند. اولین خبر خوش به مردم افغانستان. افغانستان انترنشنل: معاون جمعیت علمای اسلام پاکستان روز دوشنبه گفت که مولانا فضل رحمان از حامیان برجسته طالبان و رهبر این حزب به علت بیماری در خانه اش تحت مراقبت های صحی قرار گرفته است. به گفته عبدالغفور حیدری، فضل رحمان بنابر توصیه پزشکان فعالیت های سیاسی خود را متوقف کرده است.
دیپلمات های افغانستان در ایران مانع معرفی سفیر طالبان در این سفارت شدند. یک منبع سفارت افغانستان در ایران خبر می دهد که سرپرست و دیپلمات های سفارت افغانستان در تهران مانع معرفی سفیر جدید برای این سفارت از سوی طالبان شدند. یک منبع که نخواست از وی نام برده شود روز سه شنبه 13 جدی با خبرگزاری روزنامه 8 صبح می گوید که وزارت خارجه گروه طالبان به تازگی فضل الله حقانی را به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در تهران گماشته است. منبع می افزاید که 18 تن از دیپلمات های سفارت به گونه دسته جمعی استعفانامه نوشته و گفتند که با گروه طالبان کار نمی کنند. عبدالقیوم سلیمانی سرپرست کنونی و تمام دیپلمات های این سفارت گفتند که مطابق معاهدات کنوانسیون وینای سفارت را نه برای طالبان بلکه به کشور میزبان تسلیم خواهند کرد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، عبدالغفور سفیر پیشین افغانستان در تهران از سمتش کنارگیری کرد و عبدالقیوم سلیمانی معاون سفیر به سرپرستی این سفارت انتخاب شد و تا اکنون نزدیک به 1.5 سال می شود که در این موقف ایفای وظیفه می کند. پارچه های خونالود امتحان. ماجرای سقوط محمد وسیم و نورحبیب از رنجر طالبان چیست؟ کمتر اتفاق میفتد که کودک برای گرفتن نتیجه آزمون سالانه به مکتب برود، اما با پارچه خونالود روانه شفاخانه شود. این اتفاق است که به تازگی در ولایت پنجشیر رخ داده است. بر اساس اظهارات بستگان این دو کودک، یکی از آنان محمد وسیم و دیگر نورحبیب نام داشته است. این دو کودک در سنین بین 8 تا 10 سال قرار داشتند و در لیسه ولی محمد شهید در بازارک پنجشیر درس می‌خواندند. گواهان عینی تایید می‌کنند که این کودکان از کابین رنجر طالبان خود را بیرون انداخته و بیهوش شدند در حالی که رنجر طالبان در حرکت بوده است. منابع در ولایت پنجشیر به روزنامه 8 صبح گفتند که یکی از این دانش آموز که خود را از رنجر طالبان پایان انداختند جان باخته و دیگر زخمی شده است. این دانش آموزان روز یک شنبه 11 جدی به هدف گرفتن نتیجه آزمون سالانه خود به مکتب رفته بودند و هنگام برگشت به خانه سوار به کابین رنجر طالبان شدند. بر اساس اظهارات منابع، زمانی که این دو کودک نزدیک خانهشان میرسند بالای جنگجویان طالبان صدا میکنند که رنجر را توقف دهند تا آنان پیاده شوند، اما راننده رنجر به خواست آنان بی‌اعتنایی میکند و رنجر را توقف نمیدهد. به گفته منابع، این کودکان در حالی که رنجر با سرعت بالا در حرکت بوده خود را پایین انداخته و در نتیجه یکی از آنان جان باخته و دیگر به شدت زخمی شده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب کنید.